خب به نام خدا، عرض ادب و احترام. توافق بین ایران و آمریکا، تبادل زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران، احتمالاً از کره جنوبی که به قطر میره. بیاید یه نگاهی بندازیم چه تفاوتی با توافقات دوره دکتر ظریف داره. خیلی تفاوت داره. نکته اول، این در قالب برجام نیست. یعنی ما هنوز اورانیومو داریم، هنوز ممکنه اتمی بشیم، هنوز خیلی از دوربین ها رو چیدیم و اونها رصد خیلی کمی دارن و هنوز سانتریفیوژ های IR6 ما داره کار میکنه. میزان ذخایر غنیسازی اورانیوم ما به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور داریم این چرخه رو جلو میبریم. اما اصلی که وجود داره، این توافق با تیمی انجام شد که بارها جریان اصلاح طلب توی همه فرایندهای سیاسی اشاره میکرد که آقای باقری کنی زبان بلد نیست، کارگزار ما در وزارت خارجه مهمه، مذاکرات ضعیف داره جلو میره، برجام آماده امضا بود، اینها نتونستن، ما بیایم میتونیم. برجام همچنان کنار رفته و توافق بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده. ببینید، از 1401 یه چیزی رقم خورد، من قشنگ یادمه، تو مقطع انریکه مورا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، وزیر خارجه اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، اومد به ایران، برج دو بود فکر میکنم یا سه بود، اومد به ایران، بعد شیخ قطر و اینا اومده بودن، بحث مذاکرات بین ایران و آمریکا و برجام بود، تو مقطع هنوز روسیه و اوکراین هم حمله نکرده بود. انریکه مورا که برگشت اروپا، تو فرودگاه آلمان دو دستیارش و پاسپورت خودش رو توقیف کردن. به یک جورایی خود این سه تا شخص بلند پایه سیاسی اروپا بازداشت شدن. یه چیز دیگه هم اتفاق افتاد، این یاداوری ها مهمه ها، میفهمید موضوع چیه. مسئله دیگه که اتفاق افتاد این بود که مسئول آژانس اومد تو ایران، از ایران پاشو رفت اسرائیل، مدیر کل آژانس. و من خیلی عجیب بود، یعنی شما مدیر کل آژانس انرژی اتمی سازمان ملل MPT، بعد اسرائیل بزرگترین کشوری هستش که بیشترین تخلفات رو تو این حوزه داشته، امکان بازدید نمیده، MPT رو اصلا آژانس رو قبول نداره، بعد مدیر کل آژانس رفته بود اسرائیل. چی اتفاق افتاد و اروپایی از چی شاکی بودن؟ اروپا تو مذاکرات بین ایران و آمریکا کنار گذاشته شده بود، باغبونای باغشون رو گذاشته بودن کنار. عملا برجام غیر ممکن بود، ایران دم به تله نمیداد. راب مالیک چی گفت؟ ما میخواستیم برجام رو احیا کنیم تا ایران تحت فشار بذاریم. ایران تحت فشار بذاریم معنیشو گفته بودم، یعنی اینکه شما میزان اورانیوم رو ببری، کمی پول بدی و تمام، دوباره تحریم پشت تحریم. خب این اتفاق نیفتاد. این تیم مذاکره کننده که زبان بلد نیست از قول آقایون دم به تله نمیداد. فشارهای داخل از سمت جریانی که داره منافع و ابزار قدرت جمهوری اسلامی ایران رو میزنه جواب نداد. تیم کار خودش رو کرد با کمترین میزان مصاحبه. هر روز هم نیومد مصاحبه کنه بگه ما آماده ایم، بیاید امضا کنیم، روابطمون رو درست کنیم، درهای بهش باز شد، ایران باید با کت خدا ببنده، بستنه با کت خدا اون مدلی که شما برداشت کرده بودید نیست. حالا پس نکته اول، اروپا از 1401 در مذاکرات کنار گذاشته شد. وقتی میگیم اروپا کنار گذاشته شد، یعنی منافع اروپا دیگه لحاظ نمیشه. این یعنی خداحافظ برجام. این یعنی که برجامی که 5+1 بود، برجامی که آلمان و 5 کشور شورای امنیت بودن تو یک میز میشستن، به این دلیل بود که ایران بتونه از بالانسی که بین چین و روسیه و آلمان و انگلیس و بریتانیا و آمریکا ایجاد میکنه منافع خودش رو بکشه بیرون. چون در روبرویی با آمریکا این منافع به ایران داده نمیشد، آمریکا همه ابزارها رو داشت. خب چه فرقی میکنه؟ عذر میخوام، الان داره گفتگو میکنه، حالا شاید مستقیم اسمش نباشه، غیر مستقیم، اما با یک طرف گفتگو میکنه، آمریکا ایران. حالا اون وسط عمان و قطر میتونن پیغام آورنده باشن،
اما مسئله چیه؟ چه فرقی کرده؟ خب چرا الان ما داریم با آمریکا تقریبا روبرو صحبت میکنیم؟ فرقش اینه که آمریکا تو موضع ضعف، شما تو موضع بالاتر هستی، حالا میتونی باش گفتگو کنی و پوهم بگیری. این چیزیه که آقای ظریف قبول نداشت. این چیزیه که آقای ظریف میگفت آمریکایی‌ها با دو تا موشک ایران رو بیچاره میکنن. این چیزیه که آیت الله خامنه‌ای با آقای ظریف اشاره میکرد برو یه تور پدافندی در داخل کشور تا بفهمی دومین پدافند قدرتمند دنیا در ایران چه قابلیت‌هایی داره. این یعنی اینکه آمریکا سر چین گیر کرده. این یعنی اینکه اروپا دیگه نیست در کنار آمریکا، درگیر روسیه است. این یعنی اینکه شما دیگه نمیتونی به شورای امنیت بیای جامعه جهان رو بر علیه ایران کنی، تو تحریم‌های گسترده اصلا بیای حمله نظامی کنی. این الان امکان پذیر نیست. حالا پنج بلوک بره کنار، حالا بیا گفتگو کنیم چی میگیریم چی میدیم. ما 6 تا زندانی رو میدیم، شما هم یکی دو تا از زندانی ما رو آزاد میکنید، 6 میلیارد دلار پول ما رو هم میدید. حالا اینجا احتمالاً اون همون جریانی که میاد دست بالا و ابزار قدرت ایران رو میزنه ورود میکنه تو رسانه، میگه نفت در برابر غذا. شرمنده عزیزم، بیشترین میزان تورم در ایران مواد غذایی که بیش از 70%. شما 6 میلیارد دلار رفته تو قطر، از طریق 6 میلیارد دلار دارو و مواد غذایی تهیه میکنی. یعنی پولی که از داخل، ارزی که بابت فروش نفت وارد میشه، بعد میره برای خرید اینها، دیگه خارج نمیشه، تو حسابت هست، میای با اون 6 میلیارد دلار مواد غذایی و دارو تو میخری وارد میکنی. به قول آمریکایی ها خیالمون راحته که این پول خرج مسائل تروریستی نمیشه. باشه بابا شما راست میگید، باشه این پول مواد غذایی و دارو شما بفرست بیاد. آمریکا هژمون ابرقدرت، آمریکا، آره آمریکا داره پوهم میده. همینه، هر میزان جنگ روسیه و اروپا افزایش پیدا کنه، هر میزان چین و آمریکا درگیرشن، باز هم از این پوانها خواهیم داشت، بدون اینکه بحث هسته‌ایمون تعطیل بشه، بوتونی ریخته بشه. ببینید من قبول دارم که 2015-2014 ما باید میرفتیم تو اون برجام، که البته اینا گن زدن بهش، چون برجام یک برجام امنیتی بود، اومدن اقتصاد ایران رو باز کردن و داغونش کردن که الان نمیخوام بهش بپردازم. ما تو اون 2015-2014 باید میرفتیم تو برجام، میخواستیم عراق سوریه رو دست بگیریم، جامعه جهانی فشارش که خواهش پیدا کنه و بازی رو برگردونیم، که برگردوندیم با دست و ابزار خود آمریکایی که بهمون تقدیم کردن و اشتباهات مضحکی که انجام دادن گرفتیم. به خاطر همین ترامپ سری خارج شد. اما الان فرق میکنه، الان اونا دستشون پایین، ما دست بالایی. آقای ظریف اشاره میکرد که دنیای جدید دنیای قطبی نیست، دو قطبی، عملا دو بلوکه شده، همه دنیا میگن دو بلوکه شده. آقای دکتر ظریف میگه 40 سال تجربه دکتر علوم سیاسی داره، سیاست خارجه، من میگه که دنیا یه دو قطبی نیست، سه قطبی نیست، دنیا دنیای شبکه های خصوصی هست. بخش خصوصی، من یه نکته بگم، دنیای سرمایداری، نظام سرمایداری، بخش خصوصی، عدم دخالت دولت. پس چرا بلک راک و MSCI 15 تریلیون دلار اقتصاد در سایه آمریکا میخواست سرمایه‌اش رو برای چین نمیذارن؟ کنگره جلوشو گرفت. حالا بایدن هم یه طرحی آماده کرده که امکان خروج بخش خصوصی از اقتصاد آمریکا رو ببنده. یعنی اقتصاد دستوری چی شد؟ همین که تنش اومد، اونا هم از لیبرالیسم اومدن تو اقتصاد دستوری، اینا هم دارن دخالت دولت در اقتصاد رو رقم میزنن. آره عزیز من، همین که تهدید بیاد، همین که امنیتی بشه، همین که چالش قرار بگیری، اقتصاد زیر فشار قرار بگیره، اون وقت تو هم دولتیش میکنی، آمریکا هم میکنه. آقایون دکترایی که میشینید راجع به لیبرالیسم صحبت میکنید و دهکده جهانی، تمام شده گلوبالیسم، انقدر از ابزار تحریم و یک جانب گرایی استفاده کردن تمام شده. و لیبرالیست در زمان صلح امکان پذیره، در زمان تنش میشه فاجعه، یعنی بخش خصوصی خارج میشه برای منافع خودش، به امنیت ملی کشور به هم میخوره. حالا که آمریکایی‌ها دارن هی دولتی تر میشن، حالا که دارن با چین درگیرتر میشن، حالا که روسیه پیشرویشو شروع کرده، راجع به اونم تحلیل میریم. آره اینجاست که ما میایم دست میذاریم تو گلوشون، میگیم تنگه هرمز رو میبندیم، خلیج فارس رو میبندیم، تو دریای سرخ یمن رو میندازیم به جون بچه‌ها، محور مقاومت رو تو سوریه گرفتارت میکنیم و هی دارن تلاش میکنن که ما بمب اتم هم نسازیم، پوان بعد بدن، پهپاد به روسیه ندیم، مبادا موشک فاتح بدیم.
50,000 تا پهپاد به چین اگر بدیم که تایوان بیچاره میشه، 50,000 تا برای همون تایوان کافیه. اینجوریه که میان به همین قدرت متوسطه پوان میدن، 6 میلیارد دلار میزه تو قطر، بعد بلینکن میاد میگه این یک تبادل زندانی است و ما این پولی که دادیم خیلی کنترل شده است، فقط مواد غذایی و داروه. خب پسر خوب، مواد غذایی ما میخواییم دیگه، ما تسلیحات که داریم ما نیازی نداریم، ما رو مواد غذاییمون متورمه، ما باید حجم ورودی کالا رو ببریم بالا، ارز کمتری از کشور خارج کنیم، چون هم کسری بودجه داریم هم کسری ورودی ارز به داخل کشور باعث افزایش قیمت دلار میشه. خب تو داری همون لطفی رو میکنی که ما دنبالشیم دیگه، داری چی کار میکنی؟ ایران رو قدرتمند میکنی که سناتورهای جمهوری خواه میزنن تو سرشون رو میگن این کار رو باید جلوشو بگیرید، شما دارید چه غلطی میکنید. همین واقعیت میدان همینه. همین تیمی که زبان انگلیسی بلد نبود، زبان دنیا رو بلد نبود، بلد نبود با کت خدا ببنده، همین تیمی که از نظر شما ما رو برده بود شورای امنیت و و و، همین تیم میزان اورانیوم رو نگه داشته، سانتریفوژهای نسل جدید دارن به سرعت کار میکنن، همینطور شرایط امکان اتمی شدن ایران مهیا و مهیاتره، همینطور ما تو برجام هم نرفتیم، داریم بازیمون هم انجام میدیم تو محور چین و روسیه، تو خلیج فارس، تو شام و تو آفریقا. 6 میلیارد دلار هم میگیریم، یه 4-5 زندانیشون هم میفرستیم میان. این مذاکره است، این معنای نظم پسا نظم نوینه، یعنی بازی در درگیری هژمون ها. اون چیزی که شما میگی پرهیز کن دقیقا مهمترین مؤلفه امروزه. نباید پرهیز کنی، باید بازی کنی. آمریکا و چین و روسیه نسبت به هم نقاط قوت و نقاط ضعف دارن، باید دست بذاری روی این کفه ترازو، نقاط ضعفشون رو تقویت کنی، نقاط قوتشون تقویت کنی و بالعکس، و بابتش پوان بگیری و وابستهشون کنی و این ترازوی رقابت رو تو سبک و سنگین کنی و پوان بگیری، از این مخمسه بیرون بیای، مخمسه 300 ساله. این بار فرق میکنه، ابزارشو داریم و اونها خیلی گرفتارن و محور درگیری خیلی گنده است. چین و روسیه با اروپا و آمریکا محور سنگین و فرسایشیه، مثل دوره‌ای که آمریکا و شوروی درگیر شدن، اسرائیل و هند و چین تو اون درگیری نون خودشون رو گرفتن، اومدن اتمی شدن و مجبور کردن که آمریکا با هر سه کشور بست. فرقش اینجاست چه چین چه روسیه چه آمریکا، هر چقدر مقاومت کنن که به ایران پوانهای درشت ندن، خودشون میدونن که در نهایت چه اتفاقی میفته و باید بیان سمت مستقل ترین کشور حال حاضر دنیا در این درگیری پوان بدن. آمریکا این کار خوب میدونه. یادشون دادیم که امروز بازی تغییر کرده و امروز باید آقای بایدن برخصه به ساز ایران. این صحبتایی که ما میکنیم صحبتای فضایی رو یا پردازی و این چیزها نیست، اینا واقعیت میدانه و هر کسی که قبول نداره میتونم باش مناظره کنم، میتونم ساعتها باش بحث کنم و میتونم هزاران دلیل و فکت بیارم تا متوجه بشه که این واقعیت میدانه. کافیه نگاهی بکنه با اون چیزی که توی منطقه داره اتفاق میفته، توی اروپا داره اتفاق میفته و تو شرق آسیا، و وضعیت اقتصادی و بحرانهای عدیدهی که آمریکا در داخل خودش، اروپا در داخل خودش داره تجربه میکنه، خروج سرمایه گذار و مشکلات بسیار عدیدهی که هر کدوم اونها برای آمریکا یک فاجعه رو رقم میزنه. امروز تو اون نقطه ایستادیم و یک 6 میلیارد دلار برای خرید دارو و غذا. این دقیقاً همون بازیه که من ازش صحبت میکنم. مرسی با من همراه بودید. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.